آیا فکر میکنید که یه زن در یه روستای دور افتاده میتونه بیشتر از نقش یه زن خاندار یا کسی که به همسرش در گلداری و کشاورزی کمک میکنه داشته باشه؟ اگه تصورتون این هست که نه همینه با فلکناز آشنا بشید سلام حسن سرچو هستم خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات فلکناز قهرمان فیلم این هفته ما یه زن روستایی که برای اثبات توانمندیهاش تنها به اداره زندگی خانواده خودش قانع نیست بلکه امیدوارانه تلاش داره نقشی فعال در جامعهش رو هم ایفا کنه فلکناز مثل خیلی های دیگه در ایام انتخابات مورد توجه سیاست پیشهایی قرار میگیره که به حمایت مردم محتاجن در این مورد خاص مسئله انتخابات مجلس هست و کسانی که میخوان به عنوان نماینده به مجلس برن و به رقبای محلیشون پیروز بشن به خصوص در مناطق دوردست اونها به رأی روستاییان و قوم و قبیله ها به شدت نیاز دارن فیلم برشی از زندگی فلکناز در همین دوران سهره سرشور مستنساز تا به سان سال 90 به سراغ او در روستایی در چهارمحال بختیاری رفته تا ما رو در فضای صمیمی با این زن سرپرست خانواده آشنا کنه خانم سلحشور متولد سال 61 در اهواز و در عرصه سینما در وقت بسیاری فعالیت کرده از منشی صحنه گرفته تا دستیاری کارگردان و کارگردانی او تحصیلات سینماییش رو در فرانسه ادامه داده در این سالها هفت فیلم مستعد ساخته و با این فیلم ها حضور موفقی هم در جشنواره‌های فیلم داشته از جمله همین فیلم فرکناس که منتخب نمایش در جشنواره‌های زیادی بوده برای صحبت در مورد این فیلم از فرید اسماعیل پور پژوهشگر سینما و مسنساز در پاریس دعوت کردیم که همراه ما باشه و به سوالات در این مورد پاسخ بده خیلی خوش اومدید آقای اسماعیل پور به برنامه این هفته ما خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم فلکناز ساخته سحر سلحشور رو با هم فلکناز رو دیدیم ساخته سحر سلحشور تصویری از زنی عملگرا در یه روستای سنتی زنی امیدوار به حل سختی ها که همه امید و آرزوهاش در جریان انتخابات مجلس به فعالیت های سیاسی هم کشونده میشه این فیلم مستندی هست که با تمرکز برای شخصیت قدرتمند در این حال تصویری هم میده از یه جامعه کوچیک روستایی و رابطه اونها با ساختار قدرت فریده اسماعیل پور پژوهشگر سینمایی و مستندساز همراه با ما هست آقای اسماعیل پور در این فیلم فیلمساز با دوربینش رفته سراغ یک زندگی در حقیقت و در این حال ابایی هم از این نداشته که خودش و دوربینش وارد زندگی شخصیتش بشن و با قهرمان فیلمش فعل و انفعال داشته باشه از همون پشت دوربین ما حضور فیلمساز و دوربینش رو توی فیلم احساس میکنیم این فیلم چطور مستندی هست؟ فلکناز به نظر من یک شپ پورتره است و درباره پورتره یک شخصیتی که منتظر یک اتفاق در محیط و پیرامون زندگیش هست چرا میگم شپ پورتره؟ برای اینکه به طور کامل به گذشته به حال به روحیات کرکترش نمیپردازه ولی چه چیز دیگه بیشتر ما توی بستر قصه این فیلم ها میتونستیم بخوایم دونسته باشیم در مورد این شخصیت من نمیگم این فیلم چیزی کم داره یا این یک نقصه این یک ویژگی این فیلمه به خاطر اینکه او براش کافی بوده که ما درباره فلکناس همینقدر که به ما اطلاعات داریم میده بدونیم و بریم سراغ مسئله مهمتر فیلم که اون اتفاقی است که قرار تو این روستا بیفته به نظر اتفاقا معرفی کاراکتر تو این شکل از مستندسازی که عرض کردم به اندازه کافی دقیق و درست بوده ولی خب نمیشه مختصات و مشخصات یک پرچه کامل برای این فیلم دونست فیلم در این حال سندی هم از, از یک دوران سندیت این فیلم در چی میدونید شما؟ سعدیتش در اینه این که ما به یکی از مهمترین مسائل جامعه ایران از منظر یک اقلیت نگاه میکنیم یک اقلیتی کمتر در رو میشنویم مثلا وقتی ما میشنویم که در فلان روستا یا در فلان شهرهای کوچک شکل سود رای چنین است و چنان فقط یه سری عدد میشنویم ولی وقتی مستند رو میبینیم میتونیم احساس کنیم یا به یک واقعیت یا حقیقتی دست پیدا کنیم که یک تصویر رو به ما بده از این سبد رایی که اونجا شکل میگیره کما اینکه به نظر من از این باب خیلی مستند مهمی هست و مهمتر از این اینکه فیلمساز تونسته با جلب اعتماد شخصیت وارد زندگی و فضای خصوصی این شخصیت بشه این هم از موفقیت های فیلمساز هست گرچه این ضعف های تکنیکی که در فیلم هست و به ناچار اتفاق افتاده به خاطر این ماهیت و کیفیت این از فیلمسازی معمولا تنها با دستای خالی نتایج درخشان تکنیکی به امراه نداره ولی واقعیتش این جلب اعتماد شخصیتی که در برش فیلم میسازیم از توانایی فیلمساز بوده که بهش نایل شده در حال فیلم در حقیقت یه لشکر یه نفره هست که این فیلم رو رفته ساخته و همین جا که داریم در مسائل تکنیکی حرف میزنیم به یکی از نکات خیلی مثبت و درخشان فیلم اشاره کنیم اون مسئله صدا و باند صوتی فیلم هست شاید فیلم از لحاظ تصویربرداری فیلمساز ساز امکانات زیادی نداشته فیلم های تک نفره با درونایی که معمولا درونایی محدودی هستن و شرایطی که نمیتونی کنترل کنه یه نفر برای فیلم برداری خیلی درخشان و خوب اما از لحاظ صوتی فیلم به نظر من خیلی فیلم مهمیه خیلی خوب روی باند صوتی فیلم کار شده و ما تجربه صوتی خیلی خوشایندی داریم و در این حال درباره موضوع ساختار روایی اثر هم صحبت کنیم این مداخله فیلمساز درش و اصلا شکلی که قصه گفته میشه ببینید دو وجه داره اول اینکه بخشی از این مداخله این اطلاعات رو به ما میده حتی لحظات شیرین ایجاد میکنه و این اطلاعات رو به ما میده که رابطه فیلمساز و شخصیت خیلی رابطه نزدیک بدون واسطه و صمیمی هست ولی از منظر دیگه به نظر من خیلی فیلمساز نظم خاصی تو ذهنش نبوده معمولا این مداخله تو فیلم های مستند پیرو یک نظمن که طراحی میشن از طرف فیلمساز نظمی که یا پیش از فیلم برداری تو ذهنش در میشه یا در مونتاژ این به فیلم میده این از این وجود فیلم وجود نداره اما میگم این خوشایندی ارتباط پشت دوربین با شخصیتی که در برابر دوربین ایستاده در خوبی برام ایجاد کرده فیلم یه ویژگی دیگه هم داره یکی دوتا شخصیت فرعی داره که خیلی کم توی فیلم هم برای خیلی اثرگذارن و خیلی به یادموندنی در واقع بستر اون جامعه روستایی رو خیلی خوب میتونن به ما تصویرش رو بدن اون شخصیت لالی که در مغازه هست و بعد در جریان کمپین انتخاباتی این شخصیت های کوچیک چه تأثیری میذارن روی اهمیت پیدا کردن فیلم ها؟ ببینید این مسئله تو معرفی شخصیت از شخصیت سازی یا شخصیت پردازی توی فیلم مستند خیلی مسئله مهمیه در این فیلم فیلمساز از طریق دقت در جزئیات در جزئیات محیطی همسایه ها هم, هم محلی ها دختران فلکناس به نظر من با دقت به رفتار و جزئیات و رابطه اینها سعی کرده شخصیت اصلی و اون محیطی که در اون زندگی میکنه رو شکل بده به نظر من موفق بوده تو این زمینه و این محصول اون دقت به جزئیاتی که فیلمساز ساز در فیلمش داشته بسیار ممنون و متشکرم فرصت دیگه ای برای ادامه صحبت در مورد این فیلم نیست خیلی ممنون از سوز شما آقای اسماعیل پور خب شما فیلم رو چطور دیدید از طریق همین راهایی که اینجا داره زیر نویس میشه برامون بنویسید که فیلم براتون چطور بود و چقدر از اینجور زنها در اطرافتون میشناسید و چقدر از این نوع نامزدها و کاندیده های انتخاباتی توی فرصت دیگه مراقب خودتون و اطرافیاتون باشید و بترود